بسم الله الرحمن الرحیم. مخالف محترم جناب آقای معین الدین سعیدی 243. بله، یعنی شما نسبت به خشونت علیه زنان مسئله داری آقا معین الدین؟ 243 رو باز کنید. نه، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره لایحه در واقع منع خشونت و حفظ کرامت اومد، اما اشکالات در واقع جدی وجود داره در این موضوع. اولا که معتقدیم که این دولت در روزهای آخر خودش صلاحیت این موضوع رو نداره که این موضوع رو ترک کنه. این رو من مصداقا عرض میکنم. شما اگر کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان رو مطابق این لایحه میبینید، میبینید که وزیر دادگستری رئیس هست، وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، وزیر راه، کدوم یک از اینها رو این دولت از بانوان توانمند کشور استفاده کرده که الان ادعای حمایت از در واقع کرامت زن ایرانی رو داره؟ این دولت در این زمینه برخلاف قولی که به مردم داد در انتخابات سال 96 خلف وعده کرد و از هیچ کدوم از ظرفیت‌های بانوان ما در جایگاه وزارتی استفاده نکرد و مسلماً این صلاحیت رو هم نداره. و چرا بنده الان مخالف این قضیه هستم؟ هیچ کس با اصل موضوع مخالفتی قطعاً نداره. من مواد متفاوت این طرح رو هم دیدم، اما این لایحه رو، اما یک طرحی خیلی متقن‌تر و خیلی قوی‌تر توسط نمایندگان محترم با 50 امضا به تحویل هیئت رئیسه شده بود که اگر اون الان میومد بحث روش بحث میشد، مطمئناً بیشتر میتونست حقوق حقه بانوان ایرانی رو در واقع استیفا بکنه. این انتظار رو هم داریم از شورای عزیز و معزز نگهبان که انشاءالله در بحث رجل سیاسی هم همونجور که خود سخنگوی محترم عنوان کردند، رجل سیاسی به مثابه شخصیت سیاسی است و بانوان توانمند با قطعاً میتونن جزو مصادیق بارز رجل سیاسی باشن. این نکته هم جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی عنایت داشته باشید. همین الان در جهان اگر کشورهایی رو که بهترین مدیریت کرونا رو داشتن بررسی بکنیم، شامل نیوزیلند، فنلاند، کشورهای اسکاندیناوی، همه اینها توسط یک زن اداره میشه و این نشون میده که زنان در واقع ما این توانمندی رو به طور کامل دارن. در مورد این طرح هم من عرض کردم این دولت مطلقاً چنین صلاحیتی رو نداره و تمنا میکنم از عزیزان ما که به این موضوع عنایت داشته باشن. طرحی که توسط نمایندگان الان به هیئت رئیسه داده شده به مراتب بیشتر حقوق حقه بانوان ایرانی رو ان شاءالله که تامین خواهد کرد، مضاف بر این که بودجه اون هم در سال 1400 توسط عزیزان ما پیش بینی شده و هیچ گونه ایراد ماده 75 نخواهد داشت. خیلی متشکرم. خب متشکرم. البته در تو فوریت الان ما داریم بحث میکنیم و متعجب شدم که شما بگید این تر کافی نیست، یعنی باید قوی تر از این باشه. ولی از همراهیتون ممنونم.